خب بچه ها همونجوری که قول داده بودم قراره که مرحله به مرحله جریان کوبیده توی فر رو توضیح بدیم. مواد لازمه که من توی کپشن می نویسم حتما، البته توی لایو خریدم بهتون توضیح دادم، ولی برای ملاتمون موادی که احتیاج داریم پیازه و گوشت چرخ کرده که بهتون توضیح دادم. برای دو نفر حتما 100 گرم گوشت گوسفندی، 100 گرم گوساله با 100 گرم قلوه گاه باشه که بشه 300 گرم، یعنی یه جورایی 150 گرم نفری گوشت. و پیازم حتما به ازای هر 150 گرم 75 گرم پیاز داشته باشین، که چون من پیازم بزرگ نبود از پیازهای کوچیک استفاده کردم که نفری در واقع دو تا استفاده میشه برای دو نفر. فلفل سیاه، حالا چرا فلفل سیاه؟ طعم فلفل سیاه خیلی بهتر از فلفل قرمز و پودر پابریکاست، ولی دلیلی که تو رستوران از پودر پابریکا استفاده میکنن اینه که فلفل سیاه رنگ کباب و سیاه میکنه، ولی حتما شما توی خونه چون خیلی رنگ و در واقع قیافه کبابتون براتون انقدر اهمیت نداره رنگش تیره بشه، حتما از فلفل سیاه استفاده کنین. و نهایتا نمک و زعفرون که من آب جوش آوردم و گذاشتم. حالا یه نکته که قبل اینکه من مواد رو شروع کنم درست کردن بهتون بگم اینه که حتما پیازو که میخواین استفاده کنین برای رنده کردن، این قسمت پیازو به هیچ وجه جدا نکنین. موقع رنده کردن ممکنه برای خیلیاتون پیش اومده باشه که وقتی این پیازو رنده میکنین به قسمت انتهاییش که میرسین عملا لایه های پیاز شروع میکنه به باز شدن و یا دستتون رو میبرین یا نمیتونین درست پیازو رنده کنین. دلیلش این مسئله ای که بهتون گفتم. اما چون ما قراره توی فر این کوبیده رو درست کنیم و خیلی آب میکشه، ما عملا مثل کوبیده های معمولی آب پیاز رو جدا نمی کنیم. یعنی آب پیاز رو ما احتیاج داریم. پس نکته اول، به هیچ وجه آب پیاز رو دور نمی رسیم. نکته دوم اینه که یه جورایی ملات کباب، ملات کباب بنابه، یعنی شما به جای استفاده کردن از دونه های ریز رنده تون باید حتما از دونه درشت رنده تون استفاده کنید تا تیکه های پیاز نسبتا درشت باشه. دلیل اصلیش هم اینه که حرارتی که توی فر هست، حالا اگه ما روی 180 درجه بذاریم که الان یادم رفته سانتیگراد میشه یا فارنهایت، در هر صورت، ولی چون فر حرارت خیلی بالایی داره و آب زیادی میکشه، که حالا بعدا توضیح میدم چجوری میتونیم کباب آبداری هم داشته باشیم تحت هیچ شرایطی، پس آب پیاز رو خالی نکنین و حتما از دندونه درشت رنده استفاده کنین. نکته آخر رو بگم قبل از اینکه بریم واسه ملات قاطی کردن، مواد دیگه ای اضافه نکنین. تخم مرغ هم بهش میزنن، حالا یه ذره از این ادویه زردچوبه هم بزنیم، هیچی به جز این مواردی که گفتم توی کوبیده توی فرتون استفاده نکنین. من تجربهشو کردم، بی نظیره و حرف نداره. منتهای مرتب چون یه ذره طولانی میشه رنده کردن و بعد در واقع قاطی کردنش با گوشت و بقیه موارد، من بعد از اینکه ملات آماده شد ملاتو بهتون نشون میدم و میریم توی بخش بعدی ماجرا. خب من قبلش یه چیزی بهتون بگم، من یادم رفت اول ویدیو بهتون بگم که به حضورتون عارضم که دلیل این که اصلا این غذا رو من گذاشتم هدف استریمم، یکی از دلایلش این بود که خیلی ها کوبیده سیخ زدن براشون سخته، مخصوصا خانوما خیلی هاشون کوبیده سیخ زدن براشون سخته و ممکنه شما هوس کنین و مثلا فقط باید باباتون باشه آخر هفته که براتون به قول معروف کوبیده سیخ بزنه و درست کنی، ولی در طول هفته اولا خودتون با مثلا مامانتون نمیتونید خیلی راحت کوبیده رو داشته باشین و با این سیستم چون همه تو خونهشون دیگه فر دارن به راحتی میتونین که هر موقع که هوس کردین کوبیده درست کنین، دیگه اون دنگ و فنگایی به قول معروف سیخ زدن هم ندارین. یه نکته بگم راجع به این غذا، اونم اینه که هرچی شما بیشتر این کوبیدتون رو، در واقع ملاتتون رو بیشتر ورز بدین کوبیده بهتری دارین. حالا تایم مشخص نمیتونم بدم، ولی من معمولا این چیز هلوش 5 دقیقه در واقع ورز میدم این گوشتو، به طوری که وقتی مثلا اینجوری میگیرم گوشتو در این حد چسبندگی داشته باشه. میبینین؟ نه بیشتر نه کمتر، نه خیلی سفته نه به قول معروف خیلی شل و وارفته است. از طرفی هم نگران نباشین چون قرار نیست سیخ بزنی نگین که آقا کباب کوبیدمو قراره وا بره یا این قصه ها.
این اندازه در واقع آبی که این کباب داره برای حرارتیه که قرار توی فر تحمل کنه، مثل حرارت زغال نیست. در هر صورت مناطتون که آماده شد، کاری که انجام میدین، حالا توی ظرف پلاستیکی اگه میذارین که در داشته باشه، یا تو همچین ظرفی اگه میذارین روش حتما سلفون بکشین و حتما حتما حداقل 12 ساعت ملاتتون باید بخوابه. اینو اصلا و ابدا فراموش نکنین. من الان در واقع روز پنجشنبه، شب پنجشنبه است که ملاتم آماده کردم. خوبیش اینه که فردا که پا میشم دیگه ملاتم قشنگ استراحتش هم کرده و آماده به قول معروف رفتن توی فره. حالا هرچی هم بیشتر بمونه ایرادی نداره، ولی مثلا دیگه ماکسیموم 24 ساعت، بیشتر از اونم جالب نیست. بریم تا ببینیم که سیستم پختن این کوبیده به چه شکله. الان تقریبا فکر کنم 16-17 ساعته که ملات ما خوابیده و کاملا آماده است برای پخت. و سعی کنین حتما وقتی از یخچال میارین بیرون، در واقع همون حالتی که سرده، سریع شروع کنین. بقیه مواد لازمی که تو این بخش برای پخت احتیاج داریم برای دو نفر، دو تا گوجه است، حالا ممکن دو تا گوجه متوسط، این دیگه بستگی به علاقه شما به میزان خوردن گوجه و کبابه، ولی نفر یکی منطقیه. و دو تا هم فلفل هالوپینو و روغن زیتون که نحوه استفادهش هم میگیم. گوجه ها که کلا باید نصف بشن، حالا نحوه قرارگیریش توی ظرف هم بهتون نشون میدم. فلفل هم به این صورت، یعنی به صورت حلقه حلقه هالوپینو رو جدا میکنین. اگه نداشتین هالوپینو، فلفل دلمه‌ای هم بذارین اوکیه. من مثلا چون یه ذره تون دوست دارم، ترجیحاً با هالوپینو در واقع کبابم آماده میکنم. بریم روی سینی فر ببینیم که چه اتفاقی قراره برای کوبیدمون بیفته. خب من چون از قبل روغن زیتون داشتم دیگه، اون روغنه رو باز نکردم، حالی چون داشت تموم میشد روغن گرفتم. سعی کنیم که اولا که از کاغذ روغنی استفاده کنین خیلی بهتره، ولی از آلومینیوم هم میتونین استفاده کنین. نکته که خیلی مهمه جریان میزان روغنیه که استفاده میکنین. دیدین من تقریبا چقدر ریختم، چون قبلا هم توضیح دادم توی فر حرارت زیادی رو قراره تجربه کنه این کباب، باید حتما سعی کنین که آبدار باشه تا این حرارت کباب شما رو خشک نکنه و نسوزونه. گوشتی که من آماده کردم رو دقیقا نصف میکنم و میریم سراغ نحوه چونه زنی کوبیده داخل فر. خب اولین کاری که میکنین باید قشنگ شروع کنین در واقع چونتون رو ورز بدین که یه دست بشه، چون پیازاش هم درشته مثل ملات کوبیده عادی خیلی سریع به این شکل لر نمیاد. هم پیازا درشته، هم ما آب پیازا نگرفتیم، به همین دلیل خوب باید ورز بدین و تقریبا شکل و شمایل ثابتی پیدا کنه. نحوه پیاده سازیش خیلی راحت. ببینیم به سیستم حرکتی دست من اگه دقت، خیلی هم نگران شکستگی زیادش و اینها نباشین. و من چون به نظر میاد که دو تا سیخ بزرگ باشه، شاید بچرخونم حالت عمودی از اون ور بزنم، حالا ببینیم چجوری قرار میگیره. ببینید خیلی راحت شما اینجوری کبابتون رو دراز میکنید. حالا حتی طول و عرضش هم یه جورایی دست خودتونه که به چه شکل باشه. مثلا من اگر میچرخوندم به صورت عمودی یه ذره درازترش میکردم، ولی الان یه ذره پهن‌ترش میکنم، یه اصطلاح کوبیده رو کاردی میکنیم. بعد با انگشت ببینید خیلی راحت خطایی روی کباب رو ایجاد میکنیم. و این از این. بریم سراغ پارت دوم، باز این حالت قبل همون روند رو انجام میدین. خب دومی هم رو من چون یه ذره طول داشت ورز دادنش، این تیکه رو کات کردم برسیم به تیکه آخر. باز چونه رو میذاریم وسط. ببینیم به همین شکلی که میبینیم دستای من داره کار میکنه، شما خیلی راحت میتونید کوبیدتون رو در واقع دراز کنید.
حالا هر کی میخواد کوبیدش نازکتر باشه میتونه چونهش رو کوچیک بگیره یا از سمت درازای سینی فرتون استفاده کنین. حالا من چون حواسه یه ذره کوبید، چند روز پیش دانیال توی استریم قبلش نشست کوبید کاردی زد، خواستم کوبیده رو یه جورایی کاردیش کنم و در واقع پخش کنم. خب که الان تقریبا سایز ما در اومد و میریم سراغ خطای روی کباب و نهایتا به این صورت. حالا گوجه ها رو که از قبل آماده کردیم اینجا قرار میدیم. ببینید این روغن زیتون و گوجه ها و خود آب پیازی که دارین شدیدن کوبیدتون رو آبدار میکنه، حتی زیر کوبیدتون یه آب زیادی جمع میشه که اصلا نگران نباشین، اون آب گوشت واقعیه، یعنی واقعا آب گوشت واقعیه که میتونین بعد از سرو کبابتون توی کاسه جدا بذارین و به جای استفاده کردن از کره برای چرب کردن برنجتون به راحتی است. به حضور گلتون عارضم که چیز استفاده کنید، آبی که از طریق این مواد آماده شده استفاده کنید. میزان حرارتش بستگی به این داره که من رو 180 میذارم و معمولا نیم ساعت هست، ولی خب باید نگاه هم بکنیم به خود کباب که رنگ شجوری آب زیرش به چه شکله، ولی من رو 180 درجه فرو میذارم و به حضورتون عارضم که یه تقریبا نیم ساعت هم طول میکشه تا کباب ما آماده بشه و چیز دیگه این نداره دیگه. بریم من بعد از اینکه آماده شد کباب بهتون نشون میدم. خب بچه ها غذای ما آماده شد. این همون آب در واقع گوشتیه که توی سینی فرتون جمع میشه، میتونید بذارین کنار، خیلی چربه، دقیقا کاریو که یه کره براتون میکنه برای چرب کردن برنجتون خیلی بهتر میکنه، طعم خوبی هم داره. این هم کوبیده ماست که آماده شده و امیدوارم لذت ببرین. و همینجا توی این برنامه هم بگم که هدف بعدی ما یکیش اینه که من لایف بخونم توی استریم و دومیشم آموزش چنجه توی فره. امیدوارم بچه‌هایی که این ویدیو رو دیدن هم لذت برده باشن هم بتونن این کوبیده رو درست کنن. حتما حتما اگر با این روش کوبیده درست کردیم برام بفرستیم به دایرکت اینستاگرامم تا استوری کنم کاراتونو. خیلی ممنون و یادتون نره که حتما کانالم رو سابسکرایب کنین و نوتیفیکیشنش هم بزنین که اگه که ویدیوهای دیگه‌ای هم بود که دوست داشتین ببینین در جریانش قرار بگیرین. فعلا خدافظ.